فرمایشات شما رو در از بیان کردم با یکایی که دوستان که در این گروه هستن و خواهان این یعنی کنفرانس یا ائتلاف گروه های اپوزیسیونی شدن. صحبت از این شد که 15 تا گروه اپوزیسیونی رو در از چتری بر اون دارن، ولی وقتی که گفتن که این 15 تا گروهی که شما هستید که از من درخواست کردن این طرفی ها که بیام به عنوان نماینده از طرف شما مسائل رو بیان بکنن چه گروهی هستن، گفتن 5 تا هم نیستن. گفتم یعنی 5 گروه هستن؟ گفتن که ممکنه 5 شخصیت بیشتر نباشن. یعنی منظور بر اینه که آنچه که ما در شورای ملی داشتیم که ائتلافی بود بر از گروه های مختلف از نظر مردمان ایران، از نظر اثنیک گروپس و غیره که اهمیت خاصی داره، بیش از 45 میلیون هستن، بیش از نصف جمعیت 82 میلیون نفری که در خود ایران هستن رو اگر ما در نظر بگیریم، از یکایی که این گروه ها بر طبق مرامنامه، بر طبق اساسنامه که آزادی که اینها دنبالش هستن به اینها داده بشه و بر طبق یک اساسی یا نامشو بذارید مرامنامه، اساسنامه، قانون اساسی، پیشنویس قانون اساسی که با اون میان و توافق دارن، ما میتونیم اینها رو کنار همدیگه قرار بدیم، ازشون درخواست بکنیم در این ائتلاف شرکت بکنن. ولی اینه که اگر ما بگیم که مرغ من یه پا داره و همه باید به من بپیوندن به خاطر آنچه که من میگویم، یعنی قابل قبول نیست. یعنی ائتلاف باید بر این باشه که با یکایک که اینها آشنایی از نظر ذهنیتشون بیشتر پیدا بکنیم، ببینید تا چند اندازه وجوه مشترک ما داریم در این بین. 1. سرنگونی رژیم. 2. بر اساس اعلامیه حقوق بشر. 3. نانکار آزادی. 4. اینی که در حال حاضر چه گروهایی رو در ایران دارن که میتونه پشتوانه آنان باشه. 5. اینی که آیا اینها همه پرسی کردن، پتیشن تهیه کردن که 5-10 هزار نفر یا 100 هزار نفر به اینا رأی دادن که ما بتونیم اینها ابلاغ بکنیم به کنگره. از طرفی که تشکیلاتی که ما از این طرف داریم سعی بر این داره که بتونه دو ملت رو به همدیگه نزدیک داره و آنچه که اهمیت داره اینی که به چه گونه این ائتلاف رو ما میایم از رسانه‌ای بیانش میکنیم و از طرف مقابلش اینی که به هر حال یک ما هدف مشترکی رو دنبال میکنیم که بتونیم ملت یا ملت‌های دیگه‌ای رو در کنار خودمون قرار بدیم که این به این مشروعیت بده.